اعزام نیروهای آمریکایی به عربستان برای مقابله با تهدید رژیم ایران. هشدار مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا به رژیم ایران. فراخوان مقاومت ایران به مجامع بین المللی برای آزادی فوری دستگیر شدگان لردگان. به دنبال تصمیم آمریکا برای اعزام نیروهای بیشتر به عربستان سعودی، ژنرال مارک مایلی، رئیس ستاد ارتش آمریکا در یک کنفرانس خبری گفت: این اعزام نیروی افزوده به عربستان سعودی به قصد دفاع از منافع و سرمایه های ما در منطقه است. همچنین برای ایجاد بازدارندگی در رابطه با رژیم ایران است، به خصوص بعد از حمله‌ای که به عربستان سعودی انجام داد. With respect to Iran in the wake of an attack on Saudi Arabia. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در کنفرانس خبری با حضور رئیس ستاد ارتش این کشور گفت: ما یک زمانبندی در رابطه با تکمیل نیروهای افزوده در عربستان داریم که آن را گام به گام پیش می‌بریم. این اقدام برای مقابله با رفتار رژیم ایران علیه متحدانمان در منطقه است. وزیر دفاع آمریکا افزود: از نظر ما مهم است که به اعزام نیرو ادامه دهیم و بازدارندگی و دفاع داشته باشیم و این پیام را به رژیم ایران بفرستیم که به یک کشور مستقل دیگر حمله نکند و منافع آمریکا و نیروهای آمریکا را تهدید نکند و الا ما پاسخ خواهیم داد. من بارها گفتم خیشتنداری ما را به غلط نشان ضعف ما نگیرید. اگر این کار را بکنید پشیمان خواهید شد. Another sovereign state, do not threaten American interests, American forces, or we will respond. And I've said time and time again, do not mistake our restraint for weakness. If you will, you will regret that. دبیرخانه شورای ملی مقاومت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فاشیسم دینی حاکم بر ایران برای جلوگیری از ادامه و گسترش قیام مردم لردگان که در روزهای 10 تا 14 مهر ادامه داشت، به دستگیری‌های گسترده و کور مردم این شهر و مناطق و روستاهای اطراف آن به ویژه جوانان روی آورده است. برخی از دستگیری‌ها در تهاجمات شبانه به خانه‌های مردم صورت گرفته است. در یک اقدام ضد انسانی شماری از مجروحان را از روی تخت بیمارستان به زندان منتقل کردند. از همین رو اکثر مجروحان از مراجعه به بیمارستان خودداری می‌کنند. مقاومت ایران عموم مردم و جوانان لردگان و چهارمحال و بختیاری و شهرها و مناطق اطراف را به حمایت از مردم به پاخواسته لردگان و همبستگی با دستگیر شدگان فرا می‌خواند و از دبیر کل، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر و دیگر ارگان‌های زیربط ملل متحد و کلیه مدافعان حقوق بشر می‌خواهد اقدامات سرکوبگرانه رژیم آخوندی در لردگان را قویاً محکوم نموده و به اقدامات لازم برای آزادی فوری دستگیر شدگان مبادرت کنند. مایک پومپو در جلسه جامعه مشاوران مسیحی جهان درباره سرکوب اقلیت‌های مذهبی توسط رژیم آخوندی گفت: رژیم ایران یک تجاوزگر ظالم است، نه مظلوم و قربانی. کشیشان مسیحی در ایران در بازداشت به سر می‌برند. نماینده یمن در کمیته اول مجمع عمومی درباره حمایت رژیم آخوندی از شبه نظامیان حوثی گفت: شبه نظامیان تروریست توسط رژیم ایران از لحاظ مالی و مادی و با ارسال موشک‌های بالستیک و پهباد پشتیبانی می‌شوند. وی افزود: با تسلیحات ارسالی رژیم ایران نه تنها شهروندان یمن به قتل می‌رسند، بلکه ثبات جهان نیز در معرض تهدید قرار می‌گیرد. به دنبال اتحادیه اروپا و آلمان، استرالیا نیز روز جمعه در کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی از نقض برجام توسط رژیم آخوندی تأکید کرد که این رژیم باید به تعهداتش پایبند بماند.